یوحنا فصل دوازدهم. شش روز پیش از عید فسح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی العازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او دعوت ترتیب کردند. مرتا خدمت میکرد و العازر با مهمانان پهلوی عیسی سر دسترخوان نشست. آنگاه مریم پیمانه از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با موهای خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی تسلیم کننده وی می شد گفت: چرا این عطر به قیمت 300 سکه نقره فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادن بر می داشت. عیسی گفت: با او کار نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنند نگه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه العازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که العازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه های درخت خرما را به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می کردند: هوشیانا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می آید. عیسی کره اولاغ یافت و بر آن سوار شد، چنان که کلام خدا می فرماید: ای دختر صیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره اولاغ سوار است می آید. در ابتدا مقصد این چیزها برای شاگردان روشن نبود، اما پس از آن که عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همان طور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی العازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیاد حضور داشتند. آنها آنچرا که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی به آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. به یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی شود، اما اگر بمیرد، دانه های بی‌شمار به بار می آورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می دهد، و کسی که در این دنیا از جان خود بگذرد آن را تا به زندگی ابدی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید، و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. همین حالا در تشویش هستم، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدای از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا استاده بودند گفتند: صدای رد بود. و دیگران گفتند: فرشته با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت:
این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و سردار این دنیا بیرون رانده می شود. وقتی از روی زمین بلند کرده شوم، همه آدمیان را به سوی خود می کشانم. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند: تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بلند کرده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی به آنان گفت: فقط تا زمان کوتاه نور با شماست. تا وقت این نور با شما است راه بروید، مبادا تاریکی شما را فرا گیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیای پیامبر تمام شود که گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا بازوی خداوند به کسی آشکار گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است: چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهند. اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آن که مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من، بلکه به کسی که مرا فرستاده است نیز ایمان آورده است. هر که مرا می بیند، کسی را که مرا فرستاده است دیده است. من نوری هستم که به دنیا آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامدم تا دنیا را ملامت سازم، بلکه تا دنیا را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را قبول نکند، او را ملامت می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخرت او را ملامت خواهد ساخت. چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. و من می دانم که فرمان او زندگی ابدی است. پس آنچه من می گویم کاملا همان چیزی است که پدر به من